سلام خدمت دوستان، من میلاد هستم. تو این سری از آموزش ها قصدم که با کمک هم با استفاده از جنگو به بانک اطلاعاتی متصل بشیم و اطلاعات رو با استفاده از دستوراتی مشابه SQL از دیتابیس استخراج کنیم و به کاربر نمایش بدیم. جنگو یک وب فریم ورک در واقع اوپن سورس رایگان هست که با استفاده از زبان پایتون نوشته شده. خب سوالی که پیش میاد اینه که چرا اصلا باید از یک وب فریم ورک استفاده کنیم؟ شما نهال یک درخت رو در نظر بگیرید، از زمانی که کاشته میشه تا به مرور زمان شاخ و برگاش زیادتر میشن و بزرگتر میشن. خب اگر این رو با یک برنامه نوشته شده توسط یک برنامه نویس بخوایم مقایسه کنیم، اینه که به مرور زمان اون برنامه بزرگتر میشه و دارای شاخ و برگ‌های بیشتری میشه و همین باعث پیچیدگی و سختی میشه. جنگو یا کلن فریم ورک این سختی و پیچیدگی ها رو تا حد زیادی کم میکنه. تو این قسمت باید اشاره کنیم به ORM یا Object Relational Mapping. ORM چی هست؟ ORM ابزاریه که بین ما و بانک اطلاعاتی قرار میگیره و به ما این امکان رو میده تا با استفاده از دستورات خاصی اطلاعات رو از سمت دیتابیس بگیریم و به کاربر نمایش بدیم. برای استفاده از ORM نیازی به دانش SQL نیست و یک سری کدهای خاصی داره که توی هر زبان جداگونه‌ای متفاوت هست. مثلا توی زبان جاوا ما از هایبرنیت استفاده میکنیم و توی جنگو ما از ORM جنگو استفاده میکنیم که توی ادامه باش آشنا میشیم. ترمینال رو باز میکنم. با دستور PWD مشخص میکنه که من دقیقا توی کدام دایرکتوری قرار دارم. خب با دستور LS لیست فولدرهایی که یا فایلهایی که تو این دایرکتوری قرار دارن رو به من نشون میده. با دستور CD میتونم وارد پوشه دسکتاپ بشم، بعد به پوشه DEV میرم. تو این پوشه میخوام یک دایرکتوری ایجاد کنم به نام ORM جنگو و وارد این پوشه میشم. با دستور ویرچوال ENV من توی این پوشه ویرچوال انوایرمنت رو نصب میکنم. خط تیر پی بعد پایتون 3. شما باید پایتون روی سیستمتون نصب کنید. برای نصب پایتون میتونید تو اینترنت سرچ کنید که چجوری میتونید پایتون روی سیستمتون نصب کنید. و همونجوری که میبینید نصب با موفقیت به انجام رسید و همینجوری که می‌بینید پیپ رو نصب کرده. پیپ یک ابزاریه برای نصب پکیج‌های مربوط به پایتون. خب من پوشه رو اینجا باز می‌کنم. همینجوری که می‌بینید سه تا فایل توی این پوشه ایجاد شده که نشون دهنده اینه که محیط مجازی ما نصب شده. خب من محیط مجازی رو میخوام فعال کنم با استفاده دستور سورس. وارد پوشه بین میشم و اکتیویت رو فعال میکنم. همینجوری که میبینید توی پرانتز اون نام پوشمون ظاهر میشه. این به این معنیه که محیط مجازی ما فعال هست و با استفاده از دستور پیپ لیست میتونیم
ابزارهایی رو که روی این محیط مجازی نصب هستن رو ببینیم. خب برای نصب جنگو من از دستور پیپ استفاده میکنم. پیپ اینستال جنگو با دی بزرگ به این صورت که میگرده و جدیدترین ورژن جنگو رو پیدا میکنه و نصب میکنه. اگر مایل هستید ورژن های قبلی جنگو رو نصب کنید، باید از دستور پیپ اینستال جنگو مساوی است با مثلا ورژن 2.0.7، یک ورژن قبلی ورژن جدید هستش که میتونید اینجوری ورژن های مختلف رو نصب کنید. اگر نیاز داشتید که virtual environment رو deactivate کنید، میتونید از دستور deactivate استفاده کنید. میبینید که virtual environment غیر فعال شده. برای فعال کردنش دوباره از دستور source، دستور bin activate و اون رو فعال میکنیم. خب pip list ببینیم که ببینیم که جنگوی ورژن 3 روی سیستم من، روی محیط مجازی من نصب شد. همینجور چند تا ابزار دیگه قبلا 3 تا ابزار بود، همینجور که دیدیم 2 تا ابزار بود، الان چند تا ابزار دیگه هم به محیط مجازی من اضافه شد. خب میخوام یک پروژه رو شروع کنیم با دستور جنگو خط فاصله admin start project. start project رو تایپ میکنیم و اینجا میتونیم اسم در واقع اون پروژمون رو بنویسیم. اسم پروژه من my site هست. خب همونجا که میبینید پوشه به نام my site در کنار بقیه پوشه های محیط مجازیمون ایجاد شد. داخل پوشه my site یک پوشه دیگه میبینید my site که شامل چند تا فایل پایتون هست، setting url یا چیزهای دیگه که بعد مفصل در موردشون صحبت میکنیم. خب اول ببینیم کجا هستیم. وارد my site میشیم، جایی که manage py قرار داره. خب با استفاده از دستور پایتون manage py دستور run server میتونی جنگو رو روی سرور مجازی ران کنی. خب من از یک مرورگر استفاده میکنم و به این صورت این صفحه به ما ثابت میکنه که جنگو به خوبی روی سیستم ما نصب شده و جنگوی ورژن 3 هست و در ادامه میتونیم وارد جنگو بشیم و مدل‌ها یا مدل‌های مربوط به بانک اطلاعاتی رو ایجاد کنیم.